السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات دیگه اللهم صل علی محمد. خب به توفیق الهی حالا این جلساتی که انشالله خدا عمری بده بشه ادامه داد، این جلسات رو و خاص به بحث حضرت هست و اسمش رو معرفت المهدی گذاشتیم برای اینکه طور خاص راجع به حضرت صحبت بکنیم و شاید جایی هم چیزی در بالاخره حوزه علمیه کم بود، انشالله که خدا قبول بکنه از همه ما و انشالله بهره‌مند بشیم. بالاخره یک ساعتی رو در هفته اختصاص بدیم خاص و توجه نسبت به حضرت. میگن صدا خوب نیست، صدا یا چیزه، صدا بقیه هم بده. میگن خیلی خوب عرض به خدمتون که فلسفه وجودی بحثش این بود که آقای یعنی اکوی صدا زیاده، یعنی اکو قطعه اینجا داریم پیامه رو منتقل میکنم. شاید اون فلسفهش یعنی جرقه ابتداییش به خاطر این بود که حضرت آیت الله جاودان من فرمودن که روسته در مدرسه‌تون یه تعداد سرباز خلاصه برای حضرت آماده بکن و کسایی که از ابعاد مختلف آمادگی های مختلف داشته باشن برای به هر جهت برای حضرت آمادگی های متعددی در اینها وجود داشته باشه. البته ما که خلاصه این کاره نیستیم، ولی گفتیم اقل این دستور این میتونه باشه که ما این کار رو بکنیم که لااقل نسبت به معارف حضرت یه گفتگوهایی رو شروع بکنیم به آغاز کردن و شاید این موجب بشه که این گفتگوها انشالله در سطح جامعه هم شروع کنیم به پخش کردن و اقل وظیفه‌ای که در عهدمونه ما انجام بدیم. این اون نکته فلسفه‌ایه و اون جرقه ابتدایی سمان جرقه ابتداییه به خاطر همچین داستانی بود. و اما اصل ورود بحث و کیفیت این که ما میخواییم بحث بکنیم راجع به چه چیزهایی میخواییم بحث بکنیم، این جلسه اولیه من یه مقدماتی مجبورم طبیعتاً بگم که اصلا فلسفه وجودی چیه و چجوری اصلا سبک بحث چیه، چجوری میخوایم بحث بکنیم.
به خدمت مبارکتون عارضم که ببینید یه تحلیلی راجع به غیبت و ظهور به صورت یک خطی تو ذهن ماها نشسته. تحلیل یک خطی وجود داره و اون تحلیل این است که ما از حضرت استفاده نکردیم، ائمه رو بیمهری کردیم و از حضرات معصومین استفاده نکردیم. خدا حضرت رو از ما گرفت. این میشه تحلیل غیبت. تحلیل ظهورم تقریبا پادزهر اینه، یعنی حضرت باید یار داشته باشن تا تشریف بیارن. یه همچین ذهنیتی وجود داره که باید یارهای وجود داشته باشن تا حضرت تشریف بیارن. این تحلیل در حقیقت نمیخوام بگم تحلیل کاملا غلطیه، این تحلیل، ولی این تحلیل تحلیل کاملا درستی نیست. به عبارت این تحلیل کاملا ناقصیه از بحث، و به واسطه این تحلیل کاملا ناقص نشناختن شرایط و مختصات خودمون هست در این دوره‌ای که درش هستیم، دوره غیبت. و چون مختصات خودمون رو طبیعتاً در این دوره شناسایی نکردیم، کارهای بی ربط هم میکنیم و توصیه های بی ربط هم داریم سر این قضیه، چون که ما عجب نمیدونیم الان تو چه اتاقی واقعیم. این اتاق آیا محصول ظلم گذشتگان ماست که الان درش هستیم، یا نه تحلیل دیگری داره باید با این تحلیل جایگاه خودمون رو شناسایی بکنیم و حرکت خودمون رو انجام بدیم مطابق با زمینه بازی، که این زمینه بازی زمینه اصلیه. به عبارتی مسئله غیبت به عنوان یک عقاب طرح شده در ذهنیت ما، انگار مثلا بشریت داره عقاب میشه به واسطه یه این قضیه، در صورتی که نه تنها عقاب نیست بلکه یک حقیقت کمالیه است خود غیبت. درسته که این حرف بدی نیست که طول کشیدن غیبت محصول یک سری از بی‌توجهی ها هست، اما اصل الغیبه اینجوری نیست. اصل الغیبه یک حقیقت کمالی است که در ناموس خلقت باید اساسا اتفاق بیفته و دشمنان هم اگر موجب شدن این اتفاقات تسریع بشه یا بیفته، این تصور راجع به دشمن که دشمن برنامه خدا رو به هم میریزه، این هم تصور اشتباهیست از دشمن. بالاخره دشمن حکم خدا و برنامه های ناموس الهی رو به هم نمیریزه، بلکه در همون پازل بازی میکنه. یعنی یک اتفاقهایی باید بیفتد، دشمن هم میاد همین اتفاقها رو تسریع میکنه توی پازل خدا، حرکت میکنه و در پازل خدا این کار رو تسریع میکنه یا انجام میده. لذا وقتی که ما اصل الغیبه که درش هستیم رو یک حقیقت کمالی نمیدانیم، برخوردمونم باهاش برخورد صحیحی طبیعتا نخواهد بود. و حالا که باید بدانیم این چیه که میگیم اینا در ناموس الهیه، ببینید بسیاری از اتفاقات اینها سنن خداست، ناموس خداست.
در فرضی که شما باشید و نباشید، ظلم باشه و نباشه، این اتفاقات باید بیفته. مثلا شما فرض فرمایید که اینی که ما هم میمیریم، کل نفس ذائقه الموت، که ما هم میمیریم، یه چیزیست که نوامیس خلقته. حالا شما نه عقابیه وقتی که شما میمیرین، نه کلن میتونید نمیرین. مثلا با بر اساس بگید حفظ سلامتی و ورزش و مثلا تغذیه مناسب و مثلا از این چیزها یه کاری بکنیم، نمیریم تش، این اتفاق بازم نمیتونه بیفته. نمیشه قیامتی برپا نشود. بالاخره اینجوری آدم ها میمیرن، بعدش هم قیامت میشه، بعد جزء خلقت الهیه. همچنین غیبت جزء ایناست. یعنی اینجوری نبوده که قرار بوده ائمه باشند و ما در دولت ائمه باشیم و بعد اتفاقی افتاد به نام غیبت اینجا. نه، این غیبت هم جزء همین پروسه است. هر جوری زندگی می کردیم ما غیبت اتفاق می افتاد. این غیبت برای همه انبیا اتفاق افتاده و اینها جمع شده در وجود نازنین حضرت حجت، به صورت تامش در حضرت داره اتفاق می افتاده. حالا اینا رو بعدها خواهیم گفت. همه انبیا غیبت داشتن و به واسطه غیبت آماده سازی کردن امتشون رو، به عبارتی خودش بخشی از بازی غیبت، بخشی از اون اتفاقی است که برای آماده سازی امت لازمه، غیبت توش. بحث غیبت تو اینه. خب پس یه خطیه بحث غیبت چی میشه؟ ما گفتیم یه خطی بحث غیبت اگه بگید یک عقابه، ما اینو قبول نداریم. بعدن معلوم میشه سر رون من اسرار الله. و اتفاقا غیبت زمان بسیار خوبیه برای اینکه یک عده‌ای رشدهایی بکنن که حضرت می‌فرمودن از همه تقریبا ائمه این معنا، از خود پیامبر این معنا در روایاتمون هست که حضرت می‌فرمودن که خلاصه من چقدر مشتاق آه شوقن الی لقاء اخوانی، چقدر دوست دارم اون برادرانم رو در اون زمان ببینم. حتی امام صادق علیه السلام نسبت به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خلاصه همه انبیا قبل اونجا اتفاق بیفته و ظهور در حقیقت مثل قیامت میمونه، که حالا بعدها راجع به این معنی صحبت میکنیم که چرا آیات حوزه مربوط به ظهور و قیامت و پیش از ظهور، یعنی اشراط ظهور، اینا آیاتش با هم دیگه یکسانه. چرا؟ همون چیزهایی که برای اشراط قیامت میخوان بگن، همونها رو برای ظهور میگن. یعنی ظهور و قیامت چه ارتباطی با هم دیگه داره که اینها رو با یه آیات مشترکی گفته میشه و همه اینها رو همون چیزهایی که اشراط قیامته به اشراط ظهور و شرایط ظهور میزنند. و امام صادق علیه السلام میگن که من اگه اون موقع باشم لخدم تو ایای، من خودم خادم حضرت خواهم شد. یعنی اینقدر مشتاق به اون جلوه تام و اون ظهور تام که امام صادق معصوم نسبت به فرزند خودشون یه همچین چیز دارن که من خدمت میکردم، لخدم تو ایام حیاتی، همه عمرم
می‌داشتم برای خدمت به اون حضرت. و در روایات اون هست که وقتی میگن که شما مگه ما برادران شما نیستیم، میگن چقدر مشتاق دیدارم برادرانم هستن، میگن نه شما یاران من هستید. برادران من کسایی هستن که در دوره غیبت ظهور میکنن و اونها کسایی هستن که برادر من اونهان، اونها کسایی هستن که خلاصه آمنو به سواد علا بیادن، اینا به یه سیاهی بر سپیدی اینها ایمان میارن، اینا ندیده ایمان میارن. و این به عنوان یکی از قله های بحث غیبته، غیبتی که شخص ندیده پا به رکابه، ندیده عاشقه، ندیده کار میکنه. پس یه خطیش چی میشه؟ اگه اون یه خطیه نیست، یه خطی که باید بذاریم جلو چشمون، حالا چون رفقام هی میان من مجبورم بخشی از بحث رو تکرار میکنم، تکرار میکنم از یک دقیقه. تصویری از غیبت و ظهور هست، این تصویر غلط هست. تصویری از غیبت و ظهور هست، این تصویر غلط است. به عبارتی ناقص است، ولی انقدر ناقص است که میشه گفت غلط است. این انقدر ناقص است، این تصویر تقریبا میشه گفت غلط است. و اون تصویر این است که یک عقابی ما داریم میشیم به واسطه نبود حضرت، و این یک اتفاق عقابی است. حضرات معصومین رو تحویل نگرفتن، اینا رو از ما گرفتند. و تا یار دیگه پیدا نکنه، خدا لج کرده بابا، خدا لج کرده با بشریت، میگه من هی آدم بیارم، معصوم بیارم و شما خلاصه تحویل نگیرید، درستتون میکنم، بایدتون درستتون میکنم، یار تا یار نماشه من نمیارم. این یه تصویر یه خطیه، این تصویر کاملا غلطه. یک حقیقت کمالی است، یک اتفاق بزرگیه که در ناموس خلقته، در هر فرضی این اتفاق میافتاد. انشالله عرض میکنم، عرض میکنم، در هر فرضی اتفاق باید می افتاد. و مثل مردن میمونه، مثل اتفاقای اینجوری میمونه که اینا عقاب محسوب نمیشه. البته طولانی شدنش و همه اینها هست که این بخشش رو میشه عقاب دانست، ولی اصلش رو نه. پس چیست؟ ببینید، من ممکنه این حرفی که میزنم الان خوب فهم نشه، اشکالی نداره، باید انقدر با این بحث یه مقداری ور بریم تا رفته رفته این بحث بخیر. داریم یه بحث رو تو حوزه علمیه میکنیم دیگه، قاعده حوزه‌ای بودن بحث باید مراد بشه. و شما باید با این ادبیات ها، این مقداری با این ادبیات ها سازگار بشید که رفته رفته بشنوید و با این ادبیات ها بالاخره حرکت بکنیم. ببینید، یه بحثی داریم راجع به اسماء الله. من اصل این بحث رو نمیخوام ورود بکنم، که این بحث اصلش تو بحث عرفان خیلی بهش پرداخته میشه. که به حجت تو دعاها و اینا هم دیدید که و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، اون چیزی که همه ی عالم رو پر کرده اسماء الله، اسماء الله هست که همه ی عالم رو پر کرده. خدا هم به آدم این اسماء رو آموزش میده، تعلیم میده، پیاده میکنه. خدا اگر بخواد ببخشه با اسم غفور میبخشه، یعنی اینجوریه، اون اسم داره این کار رو میکنه. یه بحثی دارن به نام دولت اسم. دولت اسم یعنی هر اسمی
یک سلطنتی داره از اسما، همونجوری که ما الان میگیم اگه خدا بخواد ببخشه با اسم غفور میبخشه، بخواد بداند با اسم علیم میداند، بخواد دقیقت کار بکند با اسم قدیر کار میکند. یه چیزی هست دولت اسم. ببینید خدا هم از ظاهر هم الباطنه. دنیا دولت اسم از ظاهره، خدا تجلی کرده خودشو در حقیقت آورده پایین، پهن کرده نشون داده. خدا بر اساس اسم از ظاهر دنیا رو خلق کرده است. همون جوری که دنیا رو پهن کرده، کما بدأنا اول خلق نعیده، همونجوری هم جمع میکنه. این جمع کردنش هم بر اساس یه سری اسماء دیگه شه. اگر بر اساس اسمایی مثل محیی، بر اساس اسمایی مثل خالق اینها داره پهن میکنه، بر اساس اسمایی مثل ممیت، معید، ماحی، بر اساس اینجور اسما هم قبض میکنه، اونجا بست میکنه، اونجا هم قبضته والارض قبضته، میگیره تو قبض و قبض میکنه و جمع میکنه و میبره به سمتی که اونجا ظهور اسم و دولت اسم الباطنه. خب این اتفاقی که در حقیقت خدا داره بست میکنه و بعدش قبض میکنه که از اسم از ظاهر میریم به سمت، داریم میریم و عالم داره میرود به سمت اسم الباطن، این مثل این که یک مسافری هستیم در یک نقطه داریم به جای میریم، این مسیر ما تعیین نکردیم که چجوری بریم، این مسیر ناموس خداست که از اسم از ظاهر حرکت میکنه و داره کلن دنیا میره به سمت اسم الباطن که وقتی قیامت بشه دیگه ظهور تام الباطنه، دیگه اونجا همه بر اساس باطنه. ببینید یه خورده این معنی رو با هم دیگه یه کمی چیز بکنیم و بعد روش بحثمونم بگیم، حالا این جلسه خیلی به شما فشار نیاره. شما در بحث وقتی که دارید به سمت قیامت حرکت میکنید و قیامت میشه، شما تا مادامی که اینجا در کنار هم دیگه هستیم، در کنار اهل بیت بودند، بر اساس مناسبات بدنیشون کار میکردن، بر اساس مناسبات بدنیشون، یعنی گاهی اوقات شما میدیدید که می اومدن کنار اهل بیت قرار می گرفتن، نزدیکترین بودن به لحاظ بدنی، به لحاظ نسبی، به لحاظ سببی نزدیکترین به پیغمبر بودن، ولی در واقع دورترین به پیغمبر بودن. بودن یا نبودن، نسبت به ائمه همینجوری بوده، نسبت به پیامبر همینجوری بوده. اون چیزی که خیلی وقتا معیار بوده خود همین بدنی ها بوده، چقدر چون بعد از ظاهر دیگه لحاظ ظاهری چجوری قرار گرفته، مختصات خودشون رو چجوری قرار دادن. البته اونجا همه هی آیات باز داره میفرسه به سمت این که آقا گول ظاهر رو نخورید، برید سراغ باطن. دوره غیبت دوره ایست که ظهور اسم الباطنه. یعنی چی؟ یعنی کسی نزدیک است به حضرت که واقعا و حقیقتا نزدیک است. دیگه معیار در دوری و نزدیکی بدن نیست، مثل خود خدا. خدا همین جوریه که کسی نزدیکی و دوریش با خدا بر اساس نزدیکی و دوری بدنی که نیست، بر اساس نزدیکی و دوری حقیقیه که اتفاق داره میفته. چقدر حقیقتش داره به حقیقت خدا نزدیک میشه، چقدر مراتبش داره به خدا نزدیک میشه.
دوره‌هایی که میخواد اتفاق بیفته و آدم‌هایی که میخوان این وسط پالایش بشن بر اساس اسم الباطن و با حالت قیامتی پالایش میشن. در حقیقت پالایشی بر اساس ویژگی‌های قیامت انجام میشه در این دوره، مثل خود مردن و قیامت. اونجا که دیگه کسی اصلا نزدیک بودن و دور بودن به خدا و رحمت و بهشت و جهنم که مکان نداره، که یه جایی نیست که، بر اون اساس اتفاق میفته. اینجاست که تازه اتفاقات تمحیصی باید بیفته، اتفاقات قیامتی باید بیفته در این دوره تا اون پالایش اتفاق بیفته، چون قرار است ظاهر کلن بزنن، ظاهر رو خراب کنن، باطن اتفاق بیفته، باطن ظهور کنن. ظهور باطن با حوادث سهمگین اتفاق میفته، مثل خود قیامت. مثل قیامت باطن با حوادث سهمگین اتفاق میفته، اون که قیامت با حوادث سهمگین اتفاق میفته. یعنی شما بحث تقطع اسباب، رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، نه اینکه اسباب اینجوری هن که الان مثلا کار میکنن اون موقع کار نمیکنن، نه اسباب همین الانش هم کار نمیکنن اون موقع هم کار نمیکنن، همش تحت قاهریت الهیه. اسباب هر چی هست دست خداست. اونجا تو حوادث سهمگین انسان میفهمد که اسباب دست خداست. ببینید شما، من یه موقع تو این جلسات اون بحث فولک رو گفتم، ماجرای فولک رو. ماجرای فولک ماجرای معروفی است در ماجراهای قرآنی که وقتی که میخواد اون اخلاص رو ازش یاد بکنه معمولا میاره تو این ماجرای فولک، که در این ماجرای سهمگین فولک معلوم میشه که آقا این دیگه وقتی افتاده و دیگه داره و ظنوا الله ملجا من الله الا الیه، وقتی دیگه این فهمه خبر نیست دیگه تموم شد، اونجا دعوا الله مخلصین له الدین، واقعا اخلاص اونجا میزنه بیرون. چرا؟ به خاطر اینکه این اسباب قطع میشه، وقتی اسباب قطع میشه این اتفاق میفته. حتی بوده میگم امام صادق علیه السلام که کسی اومده اسم اعظم رو خواسته، از اون دست پاشو بگیرید تو آب، انداختن تو آب و بعد انقدر این هی صدا زده که شوخی میکنن، بعد داشته خفه میشده دیگه الا اینها، حضرتن داشته صحبتشون ادامه میدادن، بعد یه میگه یا مثلا خدا مثلا فلان، دیگه خدا رو صدا از اون میگه دست خوش بگیر بیر بیرون، که بهش میگن اون چیزی که تو این حادثه سهمگین گیرت اومد این همون اسم اعظمه، اسم اعظم همینه. تجلی‌های که بخواد بر اساس تجلی‌های قیامت و ظهور اسم الباطن کل ناموس الهیه بخواد اتفاق بیفته، با حوادث سهمگین کلن اتفاق میفته. این ویژگی این دوره است. کسی نخواهد این دوره این ویژگی را از خودش بروز ندهد، اساساً همینجوری اتفاق میفته، چون که باید یک قیامت اتفاق بیفته، قیامتی در زمین اتفاق بیفته و با مختصات قیامت این باید اتفاق بیفته. اونجا دیدن ندیدن دیگه بر اساس چشم سر نیست. خیلی وقتا دیدن حضرت بر اساس چشم سر نیست، تو این دوره قیامتی اتفاق میفته، چون که اصلا قرار جور دیگری ما زندگی بکنیم. شما یه موقع هست در روایات اون هست که امام باقر علیه السلام در مسجد وایسادن با ابو بصیر، یه جلوه قیامتی کردن اونجا. بعد به ابو بصیر گفتن که کسایی که از مسجد میان بیرون ازشون سوال کن که ابو جعفر کو دیدن. شروع میکنن همه میان بیرون و ابو بصیر تعجب میکنه از این سوال، مثلا
یک تجلی قیامتی حضرت بوده. میگه شما ابا جعفر دیدیم؟ نه. حالا حضرت بغلش میشته. این ابا جعفر دید؟ نه. بعد ابو هارون مکفوف میاد بیرون. کور بوده. حضرت میگه از اینم سوال. از این سوال میکنه که ابا جعفر دیدی؟ میگه بله همینجاست. بغل تو. میگه کجا دیدی؟ چجوری دیدی؟ میگه من یه کوری. یه کوری اینا دیگه اونجا چون که اصلا قرار نیست ما حضرت رو بر اساس چشم سر دیده بشه، باطنی دیده می شود. دیدن حضرت به صورت باطنی است که تو این دور اساسا مهمه، چون که قیامتی جلوه کرده است. شما باید بگی مگه کوری؟ خب حضرت که معلومه، حضرت که دیده می شود. شما تو این دوره ببینید یه موقع است که بحث اینی که خب علاقمندیم ببینیم به چشم سر، علاقه خوبیه، منتهای مراتب این حرف مطابق با زمان نیست. درد میکنید؟ یعنی اینی که توصیه بکنیم، اینجاست که میگم نشناختن موقعیت موجب توصیه های بی هدف و بی پایه میشه. یه کاری بکنیم بریم حضرت رو ببینیم. چی مثلا با چه؟ خب ببینیم چی بگیم مثلا الان. سلام ببین این ذوق خوبیه، نمیخوام تو این ذوق بزنم، ولی آنچه که مطابقه مثلا این میمونه که الان مثلا کسی چی بکنه که ما میشه خدا رو ببینیم مثلا الان تو این دوره خدا رو ببینیم. خدا اساسا قرار نیست کسی ببینه خدا رو. بله خدا رو هم بخوای ببینی تجلی بکنی میشه امام زمان، یعنی بخواد بیاد پایین کشیده بشه بیاد پایین میشه امام زمان. ببینید این ذوق ذوق خوبی ها، این دلدادگی دلدادگی خوبی ها، تا آنچه که قرار از مطابق با این زمان اتفاق بیفته بحث شناسای این زمانه. او در یک تجلی قیامتی قرار داره، او در یک ظهور، اصلا دنیا در ظهور اسم الباطن قرار داره در این دور ما واقعی و با مختصاتی که باید راجبش گفتگو بکنیم. قرار از حضرت رو ببینیم با چشم سر، نخیر، قرار از دیگه بدن کار نکنه، قرار از حضرت رو ببینیم با چشم باطن، به صورتی که بگی مگه کوری حضرت رو، مگه کوری؟ بله خب میبینیم حضرت رو. قرار از این اتفاق بیفته نه اون اتفاق بیفته. خب این تا اینجا این تابلوی یه خطیمون باشه، یک حقیقت کمالیهی بر اساس یک فشاری، ضرباتی که در یک گونه ای از گونه های الباطن و قیامت قرار گرفتیم، باید فشارمون بدن تا در این فشارها از ظاهر دست بکشیم و به سمت الباطن ما هم حرکت بکنیم که حالا لوازم و تبعاتی دارم در این دوره. این تابلوی خطش روش بحث چی خواهد بود در این جلسات؟ روش بحث سعی میکنیم که اون تابلویی رو که قرار میدیم جلومون بحث آیاته و روایات رو در دامنه اون طرح میکنیم. ممکنه بگید که خب چجوری از آیات؟ یعنی مگه ما آیه‌ای داریم در این زمینه؟ من اینجا باز داری یک مقدمه باید بگم. این مقدمه هم بازم خیلی مقدمه مهمیه، گرچه تفصیل این مقدمه رو من نمیتونم الان بگم، و اون این است که
فکر کنم ظرفیت اسکای روم رو تا 100 نفر گفتم بالا بردن. درسته؟ الان 87 نفر شده، یه عده شکایت میکنم که نمیشه. بله. برید بیرون یه دور دیگه در بزنید تشکیه. این مقدمه هم یه مقدمه ای که تو ذهن همیشه باید این تابلو باشه. ببینید اون فاتح در حقیقت قله انسانی که حالا به کجا رسیده است، حالا بحث اونم الان نیست. اون چیزیست به نام حقیقت محمدیه. اللهم صل علی محمد. و انبیاء دیگه شبیه شؤون اون حضرت میشن. انبیاء دیگه شؤونات اون حضرتن. تعبیر دقیقی از بحث خاتمیت و اشراف و هیمنه اساسا که شما در قرآن دارید که مهیمنن علیه، شاهد است بر همه انبیا. این که ما داریم که وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر شاهد است بر همه، خودش هیمنه داره بر همه، کتابش هم مهیمنا علیه و او خاتم است. ایشون خاتم است. تعبیر خاتم بودنم تعبیر زمانی صرفا نیست، چون تو ذهن ما این به عنوان تعبیر زمانی تقریبا اومده، یعنی بعد از ایشون دیگه پیغمبر نیست. این درسته، ولی به دلیل این است که خود جریان خاتمیت اتفاق افتاده، یعنی همینجوری به سمت صعود که داشته حرکت میکرده، این فاتح این قله به هر جهت در یک زمانی در بدن عنصریش به دنیا آمده، ولی این حقیقت اساسا یک حقیقت که بوده و در سبق کتابی این حقیقت بوده است. بر همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و صلوات بر محمد، ذکر اختصاصی همه انبیا بوده که اینو به عنوان سر این ذکر رو دست به دست میکردن، چون خودشون معنیشو میفهمیدن این چیه این ذکر. گاهی به مناسبتی به برخی از اصحابشون میگفتن این ذکر رو، یاد میدادن. مثلا در جریان فشارهایی که فرعون بر بنی اسرائیل آورد، همون نبی که اونجا باهاشون بود گفت میخواید این فشار فرعون روتون کم بشه و اثرش کم بشه، خب این ذکر رو بگید که اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اینا نمیدونن چیه و اینا میگفتن، و وقتی میگفتن این فشار کم میشد. یه ذکره به دلیل این که بوده، خب این در سبق کتابی در حقیقت حضرت بوده، در وقتی که در بدن عنصریش خواسته جلوه بکنه در 1400 سال پیش شون جلوه کرده. بقیه انبیا عملا شأنی از شؤونات خود حضرت هست، یعنی حضرت یه جلوه کرده شده عیسی، یه جلوه دیگه کرده شده موسی، حضرت این جلوه رو کرده. برای همین اینها حضرت عیسی نیست، عیسی محمدیه. اینا فامیلی دارن، فامیلیشون هم همشون همینه، موسی محمدیه، نوح محمدیه، ابراهیم محمدیه، الیاس محمدیه. خب اینا و چون اینجوریه، ببینید حقایق پایین عملا آمادگیست برای حقایق بالا. اصلا سنخ حقیقتی که در پایینه، در پایین داره اتفاق میفته، حقایقیست که در بالا داره اتفاق میفته و اینا آمادگی است برای اون بالاییه. به عبارتی
مثلا به عنوان نمونه ما در روایاتمون داریم که حضرت یحیی و آتیناه الحکم سبیان شده به جهت که این اتفاق و این آمادگی ایجاد بشه برای حضرت جواد علیه السلام. این حقیقت برای اون حقیقت اتفاق افتاده، نه بالعکس، نه نمونه. مثلا بگیم این نمونه، ببین این نمونه رو نها کردی، پس این هم یه نمونه شبیه اون نمونه. نه، اتفاقا این اصلا این مقدمه است برای اون حقیقت بالاتر، برای حقیقت بالاتر این حقایق پایین تر اتفاق میفته. حقایق پایین تر برای دریافت حقایق بالاتر اتفاق میفته. اگر این چنین است که این مقدمه خودش بحث خیلی درازدامنی، اگر این چنین است که همه به نوعی وجود ختمی مقیدن، به عبارتی یعنی حضرت ختمی رو یه قید بزنید میشه نو، یه قید دیگه بزنید میشه، خودش یهوی جلوه بکنه خب میشه خود وجود حضرت، خودش یهوی قلمبه یهوی همش با هم اینجوری میشه خودش اینجوری، و یا نه یه قیدی بخوره میشه حضرت نو. چرا من اینو عرض بکنم؟ روایات ما به این نکته خیلی توجه داده، اما غافلیم از این نکته که همه انبیا و ویژگی‌های انبیا رو میخواد ببره تو ویژگی حضرت حجت. اون سنن و اختصاصات اون نبی رو میخواد ببره در حضرت حجت و اونجا تبیین کنه، چون که خلاصه پیغمبر هم که گفتن این هم اسم منه، هم کنیه منه، این اینا باز دوباره این نیست که صرفا اسمشون شبیهه، این هم اسم هم کنیه، ظهور تام خود پیغمبر در وجود حضرت داره اتفاق میفته. چون که یک مقدمه دیگه‌ای در که بحثای امام شناسی هست که علمی که پایین بیاد بالا نمیره، یعنی چیزی که با پیغمبر اومده پایین حتما به دست کسی دیگه اینجا وجود داره، بر همین است که گفتن بر وجود ما به سوره قدر چیز بکنید که تنزل الملائکه و روح، این با فعل مضارع همینجوری که داره تنزل، یکی باید باشه، یک قلبی باید باشه اینو بگیره، و این قلب مطهر حضرت ولی عصره، و اینی که این گفتن هم نامنه، حتی اینجوری هم گفتن میم همیم داله، اینا صرف تقیه کردن یا کار ضد اطلاعاتی کردن نیست، اینجوری که بعضیا توضیح میدن، نه اینجوری نیست. حالا میم همیم دال خیلی چیز سختی هم نیست فهمیدن این که اسم چی بوده، که نه این تو برخی از روایاتون داره، مثلا دجال گفتن کتب علی ناصیته کفره، این حروف در کنار هم دیگه باشه یه چیزی داره، جدا هم دیگه باشه یه خاصیتی داره. حالا اینا هم به موقعش عرض خواهم کرد اینا یعنی چی، اصلا هر کدوم یه چیزه، یه کده، یه رمزه اینا تو چیز. خلاصه هر چیزی که در یوسف هست در وجود حضرت هست، یعنی اونجا جلوه تام، یعنی شما اینو میگید قید زدیم شد یوسف، باید برگردید بکنیش تام میشه چی؟ میشه حضرت. میگید موسی اینجوری موسی رو جمعش بکنید تامش بکنید ببرید بالا میشه، و این راهی که خود اهل بیت باز کردن در این زمینه. شما میبینید که به عنوان مثال که حالا دیگه انشالله میشه جلسه بعد اون هفته بعدمون، مثلا اینطوری داره که تولد حضرت با تولد حضرت موسی چی شده؟ قرین شده. مثلا گفتن که
آنچه که جز اسرار تولد حضرت موسی است، این سنت موسوی است که در بهترین حالتش و کاملترین وضعیتش در تولد حضرت در حقیقت امام زمان است. و همین است که شما یعنی نه کده امام زمان تا به دنیا میان چی میفرمان؟ و نورید و انمون نعلالدهی اون آیات سوره قصص رو میگن. اینا حرف داره، اینا چیز داره، سرسری اتفاق نباید از این پیغام ها گذشت. و شما وقتی که در قرآن به عنوان سند تام شما اگر میبینید که ما این تعداد آیه راجع به تولد حضرت موسی داریم، خب به دو نکته ذهنتون حساس بشه. یک، تولد حضرت موسی چه در سوره قصص چه در سوره طه سهم هدایتی خیلی زیادی داره که اینقدر روش مانور دادن. داستان نخون، این سهم هدایتی زیادی داره. خب چون که این مقدار آیه بهش اختصاص دادن، یعنی در هدایت شما جریان و ماجرای تولد حضرت موسی، خب ما که اینجوری نبوده که تولد همه هم مثلا تولد حضرت یوسف ما که نداریم، که یه جریان دیگه ای از حضرت یوسف داریم. این آیات آقا گزینشی آمده است. وقتی که در حقیقت داره تولد حضرت موسی در دو سوره با آیات فراوانی داره گفته میشه، یعنی سهمی که در هدایت بشریت تولد ماجرای تولد حضرت موسی داره بسیار سهم هدایتی بالاییه. یک. دو، با این مقدمه و نگاهی که گفتیم برای فهم جریان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سهم فراوانی داره. یعنی این آیات سهم فراوانی داره برای فهم اون مطلب، سهم فراوانی داره برای این مطلب تولد و تمام پیام‌های این پیام‌های هدایتی این تولد. چه پیامی داره میده این تولد؟ ما در حضرت مهدی به کجاها باید توجه بکنیم؟ به اون جاهایی که قرآن توجه کرده، اون جاهایی که قرآن توجه کرده و سننی از انبیا هی یاد شده که این در حضرت مهدی قرار اتفاق بود، این در حضرت مهدی، اون یکی در حضرت مهدی. اینها باید شناسایی بشه و اونها رو یه دور دیگه باز تعریف بکنید در جریان حضرت مهدی. این میشه روش قرآنی بحث راجع به حضرت مهدی با این مقدماتی عرض کردم. اون موقع شما میبینید که نه خب خیلی حرف هست دیگه تو قرآن راجع به غیبت و ظهور و همه اینها. هر چی که ماجرای الباطن باشه اونجا بحثاییه که تو این حوزه از بحثای قرآنی کاملا به کار میاد و ما هم در دامنه اون روایات رو طرح میکنیم. یعنی میگیم که اینو ببینید، این نیست که ذوق ما صرفا داریم این کار انجام میدیم، خود روایات در این حوزه وارد شدن که این چنین تبیینی رو دارن میکنن. این دورا اینجوری میشه که خب میشه یه جریانی رو به صورت قرآنی رو میشه به این سبک پیش برد. همیشه روی زمین یه ظرف برای نگهداریش باید باشه. بله همینجوریه، باید یه ظرف نگهداری علم پیغمبر باید وجود داشته باشه. برای همین اینها در حقیقت همه این نیستن که فقط همه از نور پیغمبرن، پس قرارش همه از نور پیغمبرن، اونتا به صورت جزئی، همه به صورت کاملا به صورت تام و تمام از نور پیغمبرن. و هر آنچه که
در وجود پیغمبر باید علمی که در وجود پیغمبر هست به صورت عنصری باید کسی باشه تمام اونو نگه داره. این خاصیت سنت اصلا عالمه. برای همین میگن نمیشه علم بیاد پایین بره بالا، نمیشه دیگه. بیاد پایین یکی هست که میگیره اینو دیگه، یه بدن عنصری دیگری اینو داره میگیره. اصلا روایات ما راجع به بحث این که زمین خالی از حجت نیست مربوط همین چیز هست. زمین خالی از حجت نمیتونه باشه، باید بیاد تو زمین، نه به صورت اون حقیقت عالی، باید تو زمین قرار بگیره. دیگه حالا سوال حالا اینا رو میگیم دیگه، حالا یه تونتون دارم سه سوال حالا اینا رو میگیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. اللهم صل على فاطمة وبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به اللهم كل وليك آل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله. في هذا الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظ قائدا وناصرا ودليلا انتظارم انتظارم روز و شب
زان شبی که وعده کردی روز وصل روز و شب را می شمار روز و شب را می شمارم روز و شب ای مهار عاشقان در دست تو در میان این قطار روز و شب میزنی تو زخمه ها بر میرود تا به گردون زیر و زارم روز و شب السلام علیک حین تقوم آقا قربونه و نماز خوندمه السلام علیک حین تبعود السلام علیک حین تقرأ و تبین السلام عليك حين تصلي وتغنوت ای دو ستا کوچه ز ما دور نغمه تو از همه پر شعور نغمه تو از همه پر شور تر لا لا الا الله کریم کاری به جمال جود و کرم نداره کریم کاری به جز جود و کرم نداره آقا تو مدینه است ولی حرم نداره آقا تو مدینه چرا رفتم در خونه امام مجتبی غریب اون یکم همدم اشکاه غریب اون یکم همدم اشکاه دیدم که مادرش چه بی پناه دیگر من ایستاده بودم دیدم که مادرم را قاتل گهی به کوچه گردیده بود غنفان هم دست با غیره او با غلاف شمشیر
این تازیانه میده به سمت گودالم خیمه دمیدم من شم جلوتر بود دیر رسیدم من سر تو دوا بود ناله کشیدم من سر تو رو بردم دیر رسیدم حسین من بیا و این دل شکست را بخر حسین من مسافر جامان درا با خود ببرم حسین من حسین من السلام علیکم یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائك علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار را جعل الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته دامارا ببخش و بیامار و به نازلین امام زمان از مرازی و خوشبو بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده این دلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامار مرزای اسلام، مرزای منظور، آجلن بکامل، با صافیت بوشان طبقاتی از نور بر حضرت امام آد و آسل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران من اسلام و مقرار عید و منصورشون بدار آنچه گفتیم و نگفتیم و بان محتاجیم و تو بهتر بیدان حق ما بعد فجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خود قرار نده بدن بیاله الفاتحه مع الصلوات